سلام بر شما آلمانی دوستان گرامی خیلی خوش اومدید به این کانال و این ویدیو سومین ویدیو از مجموعه داستان های دولینگو زبان آلمانی اگه هنوز ویدیو رو لایک نکردید حتما لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید ممنون میشم عنوان این داستان آین نوع یک خب یک یعنی همون جکت تو انگلیسی یعنی کت نوع یعنی جدید در اصل این آخرش اضافه است و آینه هم یعنی یک به خاطر اینکه مؤنثه این آخرش ای گرفته نوع یک کت جدید eine neue jacke wie kam es dem kaufhaus eine frau kommt zu wie kam خب داستان کیا هستن eine frau und wekram یه خانوم و ویکرام هستن راوی هم اینجا میگه که ویکرام است ام کاوف می دو او او Kaufhaus هاوس هاوس از هاوس میاد یعنی خونه و کاوفن کاوفن یعنی خریدن رو هم یعنی یه فروشگاه بزرگ پس ویکرام هست توی یه فروشگاه ویکرام است ام Kaufhaus هاوس Frau kommt کمت سو ویکرام کمت سو کومت از فعل کمن میاد یعنی اومدن یا مثلا رفتن کمت سو هم یعنی به سمت میاد به سمت ویکرام یا میره به سمت ویکرام Eine Frau kommt zu Wegram, jehanum, ihre besamte Guten Tag, Entschuldigung. War, solche Sorgen, Porsche. Aber ich gebe guten Tag, guten Tag. rußbecher, guten Tag. Entschuldigung, Entschuldigung, Bewachschid. Guten Tag, Entschuldigung, rußbecher, Becher, Guten Tag. haben guten Tag, Rusbeheir. Arbeiten Sie hier? Arbeiten فعل یعنی کار کردن زی شما و هیا دقت کنید ر آخرش صدای اعمیده هیا یا ای آخر صدای اعمیده هیا یعنی اینجا Arbeiten زی هیا کار میکنید شما اینجا شما اینجا کار میکنید Arbeiten زی هیا باز یه نکته راجع به این اغ ها یا ره ها بگم این ر اینجا خونده نمیشه و کاری میکنه ا کشیده بشه arbeiten. Arbeiten و اینجا هم هی از صدای ا میده. سوپر، و اینجا هم که ویکرام تا میخواد صحبت کنه این خانم دیگه حرفش رو قطع میکنه. ای من و خانم میگه زوپا زوپا ایک brauche Hilfe. هلف همون تو انگلیسی میگیم هلپ کمک هلف دقیقا جوری که نوشته میشه خونده میشه بغاوخه دوباره صدای او میده بغاوخه یعنی نیاز داشتن یه نه بذاریم آخرش مستر فعل به دست میاد بغاوخه نیاز داشتن و صرف شده واسه یه یعنی من ایک بغاوخه هلفه من نیاز دارم به کمک یا من کمک نیاز دارم و زوپا هم یعنی خیلی عالی زوپا ایک ایک بغاوخه هلفه ایک یکه خب دقت کنید که اش بغاخه رو بالا داشتیم و این نوع یکی هم عنوان داستان بود اش بغاخه این نوع یکی من نیاز دارم به یک کت جدید موگن یعنی پسندیدن همون لایک توی انگلیسی میشه مگنزی میپسندید شما دیقوت یکی هیه کت قرمزه هیه اینجا رو کت قرمزه اینجا رو میپسندید پس هیر نگاه کنید ر آخرش ایار آخر صدای ا میده خب باشه یه اوده یعنی یا ای و آر آخرش بینید مثل هیه صدای ا میده هیا او دا. یا اینکه مگنزی میپسندید شما شما دوست دارید مگنزی دی شواتس شواتس ز خب صدای ت میده ت یعنی چی حالا شواتس یعنی مشکی این ر اینجا هم یا اصلا نخونید آ رو کشیده کنید یا ر خیلی نرمی میشه شواتس یعنی مشکی حالا دی شواتس یکه یعنی کت مشکیه ددغوبن ددغوبن توی داستان قبلی داشتیم یعنی اونجا خب پس چی داره میگه میگه کت قرمزه ای اون اینجا رو میپسندید یا Kote مشکی ده دروبن اونجا رو Oder mögen Sie die schwarze Jacke da drüben? Oder mögen Sie die schwarze Jacke da drüben? و Vikram am, خوب داره فکر میکنه. ببین چه خونده نمیشه. Die schwarze Jacke ist sehr schön und billig. خوب دولت صفات خیلی قشنگ اینجا داریم. صفت های کاربردی شن شن او املاوت صدای او میده او شن یعنی قشنگ زیبا و بلیخ بله و این هم صدای ش آلمانی داره دی شواتس یک است کت مشکیه هست زا زیا توی داستان قبل داشتیمش یعنی خیلی خیلی قشنگ و ارزون Die schwarze یکه استزی schön اوند بلش امادی خوت یکه است elegant ا ولی باز ای او آخرش صدای امیده ااب ولی دی خوت یکه کت قرمزه استزی elegant elegant یعنی مثلا شیک میگه ولی کت قرمزه خیلی شیک. Aber die rote Jacke ist sehr elegant. Aber die rote Jacke ist sehr elegant. Elegant. Wie edere. Elegant. E Und warm? Und warm. Ham un Englisch warm. Mir war warm Und warm. Und warm. Oh ja, die rote Jacke ist perfekt für Sie. خب ما گفتیم که ای و آر صدای ا میده ولی اینجا صدای ا میده په پر. پرفکت پرفکت یعنی همون پرفکت تو انگلیسی خب فا این باز آر آخر صدای ا میده فو و این یو دو تا نقطه روش او صدای او میده فا یعنی واسه یه. زی هم یعنی شما واسه شما پرفکت عالیه حالا چی عالیه دیغوت یکه کت قرمزه هست عالی واسه شما و او یا یعنی چی یعنی وای آره او یا وای آره wunderbar ich nehme die rote jacke نه این ره خونده میشه نه اون ره آخرش این ای و آر صدای ا میده اینجا هم ره صدای ا که این ا قبلشون میکشه wunderbar 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 ich nehme die rote Ich nehme die یکه Jacke. یه ان بذارید آخرش از نمن میاد یعنی تیک uh, تو انگلیسی میگیم تیک حالا اینجا یعنی برداشتن خریدن میگه که یا انتخاب کردن میگه که من اون کت قرمز رو برمیدارم ایک نم دی روت یکه خب اینجا ووندابر رو تجربه نکردیم یعنی عالی شگفت انگیز فوق است Wunderbar. Wunderbar. Ich دی die rote Jacke. Danke. Sie machen ihre Arbeit sehr gut. خب یه باره بخونیم دنک دنک یعنی ممنونم مرسی زی شما مخن انجام میدید ایغه ای چش خونده نمیشه این ره هم صدای غه میده ایغه یعنی مال شما چیتون ابیت ابایت یعنی کار کردن دقت کنین ره باز خونده نمیشه باعث میشه که این ا قبلش کشیده بشه آبایت کار کارتون رو انجام میدید شما زیه گود خیلی خوب شما کارتون رو خیلی خوب انجام میدید و دنکه یه نکته ای رو بهتون بگم معمولا کلمه هایی که کاغنیت هستن یعنی توی آلمانی و انگلیسی مشترک هستن اگه تی اچ داشته باشن معادلشون توی آلمانی ده هستش یعنی این د رو برداریم تیش بذاریم اون معادلش توی انگلیسی پیدا میشه این هم نکته مهمی بود دنکه سی مخن ایغا و دی کسه بده خب همون کشیر هستش تو انگلیسی یعنی صندوق دار و است یعنی کجاست و است کجاست دی کسه صندوق دار بته لطفا بته Wo ist die Kasse bitte? Keine خب کاین آرتیکل منفی هستش که اسم رو منفی میکنه و در نتیجه کل جمله منفی میشه آنونگ دقت کنید ان و جی آخرش صدای N تو دماغی میده اچش هم خونده نمیشه آنونگ یعنی ایده نظر کاین آنونگ یعنی هیچ نظری پس کاین kind آنو of, یعنی نظری ندارم ایده ندارم توی انگلیسی میگیم نو no idea. اس لایت خب بریم ترجمه کنیم اس یعنی اون توت یعنی باعث میشه میا به من منو لایت رنج تاسف میگه که این باعث رنج و تاسف من میشه یعنی چی یعنی عذر میخوام اس می میا لایت یه اصطلاح اس توت میا خب این ر اینجا هم صدای اه میده میا پس رو هم یعنی عذر میخوام ببخشید استود میا لایت ایش من آبایت کار میکنم نیشت نیشت خب فعل و منفی میکنه یعنی کار نمیکنم هیا اینجا ایش آبایت نیشت هیا من اینجا کار نمیکنم فراغن سوال ها اینس شماره یک و است وکرم وکرم کجاست Er ist im Kaufhaus und wir äh, furchtbar. Zwei, schon rede Was passiert dann? Schätze, warum auf der Bade Eine Frau kommt zu Vikram. ihr haben mir ihr besamte Vikram und sie stellt ihm eine Frage, warum man träumt kann. in ihm, ja nicht also ich war so Vikram. Eine Frage, ihr sollt. Mir vorzugehen, ja so این شتیلن یعنی سوال پرسیدن و از یک نفری دقی شماره سه ابیتد وکرم م هاوس آیا کار میکنه ویکرم توی فروشگاه نین ابایتد نلد نه اون اونجا کار نمیکنه فیا شماره چهار وس بقاوخت دیفاو چی نیاز داره اون خانوم زی بقوخت اون نیاز داره این نای یک یک کت جدید رو فنف شماری پنج واسفیل دیفقاو فون وکخم چی میخواد اون خانومه از وکخم و جواب زی مهت ویسن möchte صرف فل موگن واسه یه شخصه موگن هم خب بالا داشتیم یعنی دوست داره اون دوست داره بدونه که وسن یعنی دونستن زی مهت ویسن اون دوست داره بدونه was vikram chi vikram über die jacken denkt chi denkt fek vikram uh, über rojebe die jacken und un kotha x wie findet vikram die schwarze jacke nazare vikram rajab in kot er findet sie schön und billig نظرش اینه که اون زیبا و ارزونه زیبن شماره هفت وی فندت ویکرام دی روت یاکه نظر ویکرام راجبه کته کت قرمز چیه ار فندت زی زیر الگانت و وارم و پرفکت به نظر اون این کته خیلی شیک زیر الگانت ورم و وارم و گرم و پرفکت و عالیه شماره هشت اخت ولکه یک کدوم کتو نمت بر میداره دیفقا و خانومه نمت از فل نیمن میاد یعنی انتخاب کردن یا برداشتن که توی متن هم داشتیمش و جواب زی نمت دی غوت یک او انتخاب میکنه برمیداره کت قرمزه رو ناین شماره نو وز فیا این کامپلیمنت کامپلیمنت یعنی تعریف یا تمجید که توی انگلیسی هم داریم کامپلیمنت کامپلیمنت مخن کامپلیمنت مخن یعنی تعریف و تمجید کردن حالا وصف یعنی چه جور چه نوع چه نوع تعریف و تمجیدی میکنه دیفخا و اون خانومه دیم من از مرد دیم ببینید اینجا حالت داتیوه که حتما بعدا بهش میرسیم و در جواب دست دست یعنی که که این گوتا فرکایفا است که این یعنی اون آقای منظورش به کمه این گوتا فرکایفا گوتا یعنی خوب uh, و فرکایفا یعنی فروشنده که یک فروشنده خوب هست که اون یک فروشنده خیلی خوبه به پایان داستان رسیدیم و تا داستان بعدی آفید از این. خدا نگهدار